دودمان پهلوی در سال 1304 شمسی تا 1357 شمسی یا نظام شاهنشاهی، اصطلاحی که بعد از انقلاب به کار می رود، دودمانی است که پس از برچینش دودمان قاجار بر ایران پادشاهی کرد. پایان این دودمان مصادف با انقلاب 1357 ایران بود که پس از آن حکومت شاهنشاهی ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد. پایه‌گذار این سلسله رضا شاه بود که پس از خلع مقام وی، پسرش محمد رضا شاه پهلوی حکومت ایران را به دست گرفت. این دو نفر تنها پادشاهان این سلسله بودند که در مجموع 53 سال بر ایران حکومت کردند. خیلی خوشحالیم که ما را همراهی می‌کنید. لطف کنید ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. نظراتتون را هم برای ما در کامنت بذارید. ممنونیم. اما دودمان پهلوی. رضاخان میرپنج با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و وزیر جنگ شد و سید ضیاء نخست وزیر. سه ماه بعد سید ضیاء برکنار شد و قوام نخست وزیر شد و رضاخان وزیر جنگ باقی ماند. بعدها وی به مقام ریاست الوزرایی رسید. رضا شاه پهلوی، شاه ایران از 1304 تا 1320 و بنیانگذار سلسله پهلوی بود. محمد رضا پهلوی از 25 شهریور 1320 تا 22 بهمن 1357 شاه ایران بود. محمد رضا با کودتای 28 مرداد قدرت مشروطه پادشاهی را تحکیم کرد. با رویداد انقلاب ایران برکنار شد و واپسین رهبر نظام پادشاهی در ایران به شمار می آید. رضاخان پهلوی زاده 24 اسفند 1256 خورشیدی در آلاشت مازندران در گذشته 4 مرداد 1323 در ژوانسبورک افریقای جنوبی، معروف به لقب‌های رضاخان، رضاخان میرپنج، رضاخان سردار سپه و پس از آن رضا شاه. نخست وزیر ایران از سال 1302 تا 1304 خورشیدی و پادشاه ایران از 1304 تا 1320 خورشیدی و بنیانگذار دودمان پهلوی بود. پادشاهی رضا شاه پایان فرمانروایی قاجاریان و آغاز دوران نظام پهلوی بود. او در آلاشت سواهکوه به دنیا آمد و دوران خردسالی را در فقر گذراند. از نوجوانی به نظام پیوست و مدارج ترقی را پیمود. در کودتای سوم اسفند ماه سال 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان تهران را اشغال کردند. رضاخان ابتدا در مقام وزیر جنگ بسیاری از ناآرامی ها و راهزنی ها را از بین برد. در سوم آبان 1302 رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به نخست وزیری گمارده شد و ابتدا تلاش ناکامی در جهت جمهوری خواهی کرد. ولی در سال 1304 به پادشاهی رسید. سرانجام در سال 1320 پس از اشغال ایران به دست متفقین، با اولتیماتوم بریتانیا وی مجبور به ترک ایران شد و واگذاری سلطنت را به ولیعهدش واگذار کرد. سه سال بعد در شهر ژوانسبورگ در افریقای جنوبی درگذشت. پادشاهی رضا شاه شاهد ایجاد نظم نوین بود. او برای تضمین قدرت مطلق خود روزنامه‌های مستقل را بست، مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد. او با تبدیل مجلس به نهادی مطیع و تشریفاتی توانست وزرای دلخواه خود را تعیین کند. رضا شاه در دوران قدرت اصلاحاتی انجام داد که نشان می‌دهد که وی خواهان ایرانی بود که از یک سو رها از نفوذ روحانیون، دسیسه بیگانگان، شورش عشایر و اختلافات قومی و از سوی دیگر دارای مؤسسات آموزشی به سبک اروپا، زنانی متجدد و شاغل در بیرون از خانه، ساختار اقتصادی نوین با کارخانه‌های دولتی، شبکه‌های ارتباطی، بانک‌های سرمایه‌گذار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باشد. او برای رسیدن به هدفش با سازی ایران طبق تصور غرب، گسترش ملی‌گرایی، توسعه آموزشی و سرمایه‌داری دولتی را احداث کرد.
محمد رضا شاه پهلوی، زاده 4 آبان 1298 در تهران، در گذشته 5 مرداد 1359 در قاهره. محمد رضا شاه پهلوی دومین پادشاه دودمان پهلوی و آخرین پادشاه ایران بود که از 25 شهریور 1320 تا 22 بهمن 1357 بر ایران حکومت کرد. محمد رضا شاه اولین بار در پی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و دومین بار با کودتای 28 مرداد به قدرت رسید و با انقلاب 1357 از حکومت برکنار شد. او حاصل ازدواج رضا شاه و تاج الملوک آیرملو بود. در حالی که 6 سال داشت پدرش پادشاه شد و او به ولیعتی ایران رسید. تحصیلات مقدماتی را در تهران و تحصیلات متوسطه را در سوئیس به اتمام رساند و در بازگشت به ایران با درجه ستوان دوم از دانشکده افسری فارغ التحصیل شد. در جنگ جهانی دوم هم همزمان با اشغال ایران در 22 سالگی به پادشاهی رسید و از 25 شهریور 1320 تا انقلاب ایران در سال 57 بر ایران پادشاهی کرد. در آغاز قدرت کمی داشت، ولی با پایان اشغال ایران و خروج نیروهای خارجی از کشور با سیاست نخست وزیر وقت قوام السلطنه به حکومت خودمختار در آذربایجان و کردستان خاتمه داد. همچنین زمینهایی که پدرش از مالکان آنها گرفته بود را به صاحبانشان برگرداند. مدتی پس از نجات از یک ترور نافرجام با تشکیل مجلس سنا بر قدرت و اقتدار خود افزود. در دوران پادشاهی او صنعت نفت ایران به رهبری محمد مصدق ملی شد و در سال 1332 سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا کودتایی برای برکناری مصدق به راه انداخت. با شکست خوردن کودتای 25 مرداد محمد رضا شاه ایران را ترک کرد و به ایتالیا رفت، ولی با موفقیت کودتای 28 مرداد 1332 مصدق برکنار شد و شاه باری دیگر به قدرت رسید. شاه به توسعه اقتصادی و افزایش قدرت نظامی کشور علاقه داشت و بخش زیادی از درآمد نفتی کشور را صرف ارتش ایران نمود. او تحت عنوان انقلاب سفید و با هدف رسمی قرار گرفتن ایران در بین مدرن‌ترین کشورهای جهان تا پایان سده 20 مجموعی از اصلاحات اقتصادی اجتماعی مانند اصلاحات اراضی را آغاز نمود. در دهه 40 و اوایل دهه 50 هجری شمسی ایران رشد اقتصادی سریع را شاهد بود. محمد رضا شاه نظام تک حزبی را در کشور حاکم کرد و عملاً در 16 سال پایان پادشاهی تقریباً هیچ یک از تصمیمات کلیدی کشور بدون نظر مصدق او گرفته نمی‌شد. سرانجام او در تاریخ 26 دی ماه 1357 و در پی اعتراض‌های گسترش یافته مخالفان به رهبری روح الله خمینی ایران را برای همیشه ترک کرد. وی در طول زندگی خود 3 بار ازدواج کرد و صاحب 5 فرزند شد. وی در طول زندگی 4 کتاب درباره زندگی خود و ایران نوشت که آخرین آنها اندکی پیش از مرگ وی به پایان رسید. او سرانجام در تاریخ 5 مرداد 1359 در سن 61 سالگی و در اثر سرطان غدد لنفاوی در مصر درگذشت و در یکی از مهمترین مساجد قاهره به نام مسجد رفاعی به خاک سپرده شد.